نشست علمی روزانه آیت الله ماسه صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه دوم ربیول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله العظما شیرازی در این نشست در رابطه با وکالت و برخی از شروط آن فرمودند با آنکه نفقه زن بر مرد واجب است زن می تواند به شوهر وکالت اسقاط نفقه بدهد همان گونه که علی رغم آن که طلاق با مرد است زن می تواند از مرد وکالت بگیرد و این حق را از مرد سلب کند و هنگام عقل شرط کند که طلاق با زن باشد و اگر مرد این شرط را قبول کرد که زن از طرف او وکیل باشد که خودش را طلاق بدهد این وکالت معتبر است همانند این که به کسی وکالت می دهیم که خانه ما را بفروشد یا برای ما زمین بخرد یا لباس خریداری کند و وکالت در همه این موارد صحیح است. معظم الله با اشاره مجدد به معتبر بودن وکالت اسقاط نفقه از طرف زن به مرد و دادن حق طلاق از طرف مرد به زن فرمودند این دو موردی که برای وکالت ذکر شد هر دو ایقا هستند و گفتن لبس و اظهار آن در وکالت لازم است اما گفتن لفظ قبول برای پذیرش وکالت لازم نیست لازم به ذکر است که ایقا عملی شرعی و حقوقی است که با اراده یک فرد انجام می شود برای ایجاد ایقا وجود شرایطی مانند قصد و رضا اهلیت اعمال کننده اراده الزامی است از تفاوت عقل و ایقا می توان به این موضوع اشاره کرد که عقل برای ایجاد به دو اراده و ایقا به یک اراده نیاز دارد با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم اگر وکالت داد و اون به جای زوج اسقاط کرد نفقه رو چرا نه خودش میخواست وکالت نده وقتی که وکالت داد چه اشکال داره نبخشه وکالت میده که اون وقت که اومد ببخشه مثل وکالت در طلاق این هنوز طلاق محقق نشده ازدواج در عقد ازدواج شرط میکنه که زوجه وکیل باشه که هر وقت خواست خود طلاق بده خب میخواست وکالت نده اگه داد دیگه اطلاقات وکالت میگیره که هنوزم هم نایمده زوجیت